بفرمایید شیر خانم. راننده، بیرون ماشینم که مثل توش کثیفه. چشم خانم، تمیز میکنم. خانم، لطفا از پدرتون بپرسین اگه با من کاری ندارن من مرخص بشم. باید ساعت 5 برم دانشکده. سلام. سلام. مویشی بدیم بخاطر خواستگار اومده. خواستگار؟ با اجازه بهتره به اصل مطلب بپردازیم. عرض کنم که منظور از مزاحمت خارجون و بنده این بود که بعد از چند سال خدمت صادقانه تقاضام اینه که بنده رو به غلامی خودشون قبول کنیم. خب نظر چیه مهین؟ پرویز جون، همینطوری که از صحبتاشون پیداست از خانواده نجیب و قدیمی هستم. خب چه کسی بهتر از پرویز میتونه شیرین و خوشبخت کنه؟ منم موافقم. بقیده بنده دایی از نگردم، بنده اصلا داخل آدم نیستم. با اختیار داری. آخه بنده دایی دایی که نیستم. به خدمت صاحب خودم عرض میشود که دختر عموی پسر عمه خال زاده عموی ناتنی بنده غلام عقبی خانم بزرگ بوده. این شد که به لحاظ این فامیل نزدیک بنده وارد این منزل شدم. شیرین خانم و بقیه هم محض قدرشناسی بنده رو دایی صدا می کنند. بله. خب دایی، نگفتین عقیدتون چیه؟ به خدمت صاحب خودم عرض می شود که حالا که ما سه تا بزرگتر موافقیم باید ببینیم چهارمی چی میگه. چهارمی چیه؟ خود شیرین خانم میگه. سلام. سلام عرض میکنم. پدر، اگه با راننده کاری ندارین اجازه بدین بریم. بیا بشین، ما حالا کار واجبتر از راننده داریم. آخه مادر میخواد بری دانشکده، کلاسش دیر میشه. خیلی خوب، بگو بره باش. زود برگرد. شنیدی پدرت چی گفت؟ معذرت میخوام ماما، کرکه نیستم. شیرین، شیرین، من خودم باهاش صحبت میکنم. راننده؟ بله خانم. میتونی ببینم ببینم این حرف آخرته؟ بله پدر، من پرویز رو دوست ندارم. ولی مادر به پرویز قول داده. ولی پدر، من باید با پرویز عروسی کنم نه مادرم. خیلی خوب، به من درس نده، جوابش میکنم. تو چندمیه که جوابش کردی؟ چشمم به پنشم به جنب تعدیق. سلام
سلام دایی. بذار باز که دیر اومدی. کجا بودی؟ خواب مونده بودم دایی. دیشب هم شاگرد داشتم هم باید میرفتم دانشگاه. عرض نکردم. عیبی نداره. عوضش من به جای تو ماشین رو تمیز کردم که ازت ایراد نگیر. خیلی خیلی ممنونم. عوضش وقتی دکتر شدی باید بیام پهلوت که از وضع روحی و جسمی من یه معاینه دقیق هم انجام بدم. حتما. پدر جون. چیه؟ پدر. وقتی رسیدین کارخونه با ماشین کاری نداری؟ مگه باز میخوای جایی بری؟ آره میخوام برم خیاطی. خیلی خوب. هم که هر روز میری خیاطی؟ امروز تازه روز اولمه. دور. بسیار خوب. سلام قربان. سلام. راننده، مگه نگفتم ماشین رو تمیز کن؟ خانم نرسیدم، دیشب دانشگاه رو بشتم. نکن پسر، وقتی به دستور میدن اطاعت کن. چشم قربان، چشم. خانمه ببر خیاطی. چشم آنه. این جز سیگاری یا آشغال دونی؟ ببخشید متوجه منظورتون نشدم. جز سیگاری اینقدر پره که داره از سرش میریزه. نگردار همینجا خالیش کن. هیچ کس به اندازه شما من اذیت نمی کنه. آخه هیچ کس هم به اندازه من تو رو دوست نداره. چی شد؟ کجایی پرویز خان که از تعجب شاخ در بیاد؟ ای 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 علی جون. جونم هیچ خبر داری باز برام خواستگار اومدی؟ آره پرویز معاون پدرم. ولی من جوابش کردم. آره بیتر بذار ببینم، بذار همه بدونن، همه بدونن که من تو رو دوست دارم. علی جون اگه من از تو بگیرم من دیوونه میشم. شیرین جون منم به خاطر تو هر کاری میکنم. من برای اینکه از تو دور نباشم حتی اومدم رانندم شدم. تو که میدونی پولی که شبا از درس دادن در میارم و کمک تحصیلی دانشگاه میتونه زندگی منو بچرخونه. ولی من به خاطر تو اومدم چیکار شدم؟ اومدم راننده شدم. علی جون منم به خاطر تو همه کار کردم و میکنم. علی جون خیلی دوست دارم. میرم منم میدونم آخرش چی؟ آخرش معلومه دیگه عزیزم، من مال تو میشم. وقتی این حرفو میزنی مثل این که فراموش کردی که من راننده تو. تو هم وقتی این حرفو میزنی مثل این که یادت رفته که 4 سال دیگه یه دکتر میشی. نه شاید این مطلب خیلی از نظر پدر مادرت فعلا هیچی رو عوض نمی‌کنه. شب رو حرفات خیلی فکر کردم. هر وقت که احساس کنم خطر داره نزدیک میشه پدر مادرمو در مقابل عمل انجام شده قرار میدم. مفهوم آقا بزرگ زنده بود چی میشد؟ سلام چی شده؟ این عکس تو نیست؟
اشرف اگه نرفته دانشگاه رسلش کن. پدر جون گوش کن، این که همه چی رو به تو همه شو شوخ داره یه پرسه یه چند ساله یه خانواده ما رفت. سلام بابا پسر، حالا کارت به جایی رسیدی که دختر اربابتو گمراه میکنی؟ پدر همش تقصیر منه. نزن دختر یه حرزه. به خاطر حفظ آبروی خانواده میخوام این رسوایی بی سر و صدا فیصله پیدا کنه، ولی اگه بخوای مثل مگس وزوز کنی زیر پا لهت میکنم، فهمیدی؟ تو حالا خیلی مونده که قاطی آدم ها بشی پسر. بیا اینم حقوق و مزایات برش خود دار. پدر خواهش میکنم گولتون رو واسه خودتون نگردارین، من شیرین دوست دارم. تو این آرزو رو به گور میبری، من اگه دخترم بمیره جنازش رو دوشتون نمیذارم. بس 4 سال درس دکتری نباد. تو حتی اگر بهترین دکتر دنیا بشی بازم هیچی نیستی، باز به نظر من همون رانندهی هستی که بودی. بهیدی یا برشون دار. با این پولای عشق دیگه واسه خودت بخر. نه عشق و هیچ وقت نمیشه با پول خرید. نرو علی. دادم که به جای راننده قبلی استخدام بشی، فقط حواست جمع باشه، باید چهارچشمی مواظب باشی. آره فعلا خدافظ. من باش که هنوز زنده اما به احتیاج دارم. شیرین فردا باید بریم محضر. اینو جدی میگی؟ آره علی عزیز دلم جونم فردا صبح تو محضر منتظر عروس خانم هستم. خب شاد اومد. شاهدت کیه؟ شاهد
میتونی دایی رو با خودت بیاری؟ دایی؟ آره؟ دایی؟ دایی؟ صبح بخیر. کجا هستی؟ دایی؟ دایی؟ اینجایی؟ باز که داری گلای باغچه رو خراب میکنی؟ عرض نکردم، عرض نکردم من خراب میکنم. بیا بریم کار واجبی باید دارم، بیا. چی شده که امروز با بنده کار داریم؟ آخه امروز روز عروسی. چی؟ عروسی؟ جدی میگی؟ اینو شده رای رو. خب، دوماد کیه؟ علی خودمون. علی شوفه؟ نه، علی دکتر. همینجا باشه تو برگردم، میخوام تو آینه ببینم شاخ در ورده. نه، نه، ولی قاعدتا باید در ورده باشم. دست بردار داری. بگو ببینم، با من هستی؟ اگه میدونم نباشه. الو، پرویز خان شما این؟ مواجده بدین، گاومون زیده. علی و شیرین میخوام برم محضر. محضر؟ کدوم محضر؟ 117. فوراً اکبر رو پیدا میکنیم. میدونی که باید چی کار بکنیم. فقط بهش بگو که از طرف دارا اومدی. چش قربون، مطمئن باشیم. کیه؟ آقا یه دست تشریف بیارین، یه بسته واسهتون آوردن. شما کی هستید؟ پس کوچه رو نایمد؟ هرزنگ کجا؟ چه عرض کنم خانم؟ گفتن اگه یه رفتی که دورو برش نیست کنم پیده شده. آی با حاله اگه نباید خورم بگیرش. آقا من نامزد علی هستم، اما اون دختر شما رو دوست داره. الان هم چون محضرن میخوان با هم عروسی کنن. محضر؟ شمارش چیه؟ شمارش؟ 117. محضر 117. 117؟ الو؟ گوشی رو گذاشت؟ شما؟ حالا دیگه کارت به جایی رسیده که بدون اجازه من میخوای عروسی کنی، ها؟ خوبی نکردی که فرستادی علی رو پتک بزنن، اونم از طرف من. خب الحمدلله به خیر گذشت. نمیدونم چه زمونه ای شده که کوچکترها اصلا نمیخوان به حرف بزرگترها گوش بدن. کم کم شیرین خانم سره. خب بگذاریم، این کسری موجودی بانک چی میشه؟ کدوم کسری؟ خیال میکنی من نمیفهمم؟ ها من خودم امشب دفاتر میبرم منزل تا صبح رسیدگی میکنم. وای به حالت اگه کار تو باشه. ولی قربان میدونین که من نفشو اصلا امروز روز نصیحتم بر دخترم، از این برم 1,300,000 تومان کسر. ولی قربان بی خود قربان نکن. زن منو بگو که میگفته از خانواده اسم راستاری هستی. منو بگو که تو دوست اینجا نگه داشتم. ولی قربان گفتم حرف بزن. اگه کار تو باشه یه هفته مهلت داری پولا رو سر جاش بذاری، وگرنه کاری میکنم که تا آخر عمرت پشت میله های زندان بپوسی.
چی میخوای پسر؟ رفتم محضر، گفتن شیرینو بردی خونه داییرم بیرون کردی. به تو چه مربوطه؟ بی سر و پا. بی سر و پا؟ میلیونر میبینی که نوکرها چی به روزگار من آوردن؟ میبینی؟ بدتر از اینشم میکنم، پس فوراً گم شو بیرون. اگه منظورت اینی که به نوکرات میگی من رو بکشن، زودتر این کار رو بکن، چون اگه تو منو نکشی من رو بکشم. پرویز برو بی سر صدا ببرش از کارخونه بیرون. چشم. ببینم تو رفیق گرگی یا چوبون گله؟ اگه راستشو بخوای منم مثل گوسفندی هستم که به چنگ گرگ افتادم. به مرگ تو خیلی ناراحت شدم که آقا فرستاد تو رو کتک زدم. میکشمش، میکشمش. حالا میبینی. به شرفم قسم اگه خبر داشتم تو و شیرین هم دیگر رو میخواین، به خودم اجازه نمیدادم بیام خواستگاری. باور کن اصرار پدر و مادر شیرین علی جان. اگه شیرین و پشت کوه قاف هم قایم بکنن، اگه دور تا دورش و دیوارش چین بکشن، باز خودمو بهش میرسونم و عقدش میکنم. علی جان اگه یه موقعی کمکی پولی چیزی خواستی تعارف نکنی، رو من همیشه حساب کن. تعارف نکن، به مرگ خودت جدی میگم علی جان. خیلی ممنون پرویزان. به من چه ارتباطی داره؟ با هم شروع کردیم، همه پولایی که دزدیدم خرج تو شد. تو هم دست و بالت تو این جریان بنده پری خانم. تو خرج من کردی؟ یا من فرش و زندگیمو فروختم و که کسفتهای تو رو از دست مردم میگرفتم و نمیذاشتم ببرن زندان؟ یادت رفته هر روز پول تو جیبی و پول سیگارتم من میدادم؟ خیلی خوب عزیزم، میدونم که به من کمک کردی، ولی من فقط امشب و مهلت دارم، دارم همه چیزو فردا میفهمه. خیلی خوب، حالا میگی من چی کار کنم؟ تنها راهش اینه که همین الان بری سراغ علی و بهش بگی شیرینو میخوان بفرستن اروپا. بهت قول میدم اگه علی امشب هر کاری داشته باشه زمین میذاره و میاد که شیرین جونشو ببینه. خب نتیجهش برای من و تو چی میشه؟ وقتی دارم متوجه بشه که علی شبونه دزدکی وارد خونه شده، برای تو دهنی به علی شیرینو به من میده. ولی تو که میگی دارا بیرونت کرده، اون وقت انتظار داری دخترش هم به تو بده؟ دیگه فضولی نکن. پس کاسه زیر نیم کاسه است. مگه نه؟ کور خوندی؟ داری نقشه میکشی که چطوری علی بیچاره رو بدبخت کنی؟ ها؟ نقشش نیستم. مگه اون جوان بیچاره چه ضرری به تو رسونده؟ اگر قرار باشه من برم زندون، خاطر جمع باش که تو هم با من میای پری خانم. من چه زن بدبختی هستم؟ اون از شوهرم که اینقدر زجرم داد، بعدشم با یه زن دیگه رفت، اونم از بچم که مرد، اینم از تو که وقتی فهمیدی دوست دارم هر روز یه بازی تازه سرم در میاری. وقتی علی امشب بره خونه دارا، دارا اونو به جرم دزدی یکی دو ماه حبسش میکنه که اونم من براش تلافی میکنم، ولی اگه من با شیرین حبسی کنم استفادهشو تو میبری و تلافی تمام بدبختی های گذشتم در میدونی. من فقط تو رو دوست دارم، خودت هم اینو قبول داری مگه نه؟ مطمئنی که بلایی سر علی نمیاد؟ اینو بهت قول میدم، باور کن. خب حالا باید چیکار کنم؟ نقشت چیه؟ شما؟ من دوست شیرین هستم، واسه تون پیغام دارم. پیغام؟ مگه خودش؟ آخه میدونین پدر مادرش اجازه نمیدن از منزل بیرون بیاد. من تا حالا شما رو ندیدم. منم تا حالا شما رو با شیرین ندیدم، کم هم در. ببینم اسم شما چیه؟ آزیتا. آزیتا؟ گفتم شب ساعت 12 تو کتابخونه منتظر شماست. آخه میخوان فردا بفرستنش اروپا. بفرستنش اروپا؟ اما چرا تو کتابخونه؟ اتاق خودش که مطمئن تره. آخه میدونین شیرین فقط به هوای مطالعه میتونه تا اون موقع شب بیدار باشه. حالا چی بهش بگم؟ منتظر باشه؟ آره. خوش بگذره. داشت شرده بی صف.
شیری با کن. مگه مطلب مهمی نوشته؟ بردار ببین چی نوشته. متهم به قتل تا کنون اتهامات وارده را نپذیرفته و خود را بیگناه میداند. خب این که معلومه، هر گناهکاری خودش را بیگناه میدونه. بگه به من، متهم مدعیست که زنی به نام آزیتا وی را به محل حادثه کشانده است. تو منو گول زدی. منظورت چیه؟ به من گفتی اگه علی نصف شب دزدکی بره سراغ شیرین، اونو به جرم دزدی میگیرنش که فوقش دو سه ماه زندانی میشه که اونم تو تلافیشو در میاری. مگه نگفتی؟ خب درست عزیزم، ولی تو اون پیر مرد بیچاره رو کشتی که از دزدیات سر در نیاره. علی خون سر باش. منم وسیله کردی که اون جوون بیگناهو بکشم تو دام تو. عزیز دلم فراموش من دست نزن. قاتل آدم کش. خداوندی خدای صدا در بیاد تو را میفرستم دادست اون پیرم هم شیر. با من چه کار داره که شب و روز پیغام میدی بیام دیدنت؟ میخواستم ببینمت، آخه دلم برا تنگ شده بود. الان مدتیه که تو زندونم و هیچ کس تو ملاقات من نیمد. تو خجالت نمیکشی؟ پدرم رو کشتی؟ بازم توقع داری وقتی به جرم قتل پدرم زندونی هستی من بیام ملاقات تو؟ نه، من پدرتو نکشتم. لااقل تو یکی باید حرفمو باور میکردی. برای اینکه آدم احمقی بودم باید حرفتو باور میکردم؟ نه، برای اینکه ما عاشق هم بودیم به حرفای هم دیگه اطمینان داشتیم. ادامه بدیم. من از هیچ خبر ندارم، نمیتونم بگم علی قاتله، نمیتونم بگم نیست. فقط تو دفتر کارخونه دیدم و شنیدم که چندین بار آقا رو تهدید به مرگ کرد. بله قربون، تو دفتر کارخونه آقا رو تهدید کرد که میکشمه. من اون شب خودم با گوشای خودم شنیدم که شوهرم اونو قاتل خطاب کرد. ازش متنفرم. برای اینکه کاردی رو که با خون پدرم رنگین شده بود دیدم. برای اینکه شنیدم پدرم در آخرین لحظه مرگش بهش گفت قاتل. نه شیری، من پدرتو نکشتم. تو هم مثل همه اشتباه میکنی. من اونو نکشتم. با در نظر گرفتن اظهارات شهود که متهم به قتل چندین بار مقتول را تهدید به مرگ کرده، به نظر به اینکه بلافاصله پس از ارتکاب به جرم و حالت قتل بر بالین مقتول دیده شده و مقتول قبل از مرگ وی را قاتل خود نامیده است و با توجه به اینکه متهم و وکیل تفسیری او نتوانسته هیچ گونه دلیل و مدرکی که دال بر بیگناهی متهم باشد ارائه نمایند و تنها شاهد خود را زنی به نام آزیتا معرفی کرده که مشخصات کاملی از او در دست نیست و کوشش مامورین برای احضار وی به دادگاه بی‌نتیجه مانده و لاجرم به نظر می‌رسد که آزیتا نامی متهم وجود خارجی نداشته و فقط ساخته و پرداخته ذهن متهم برای گمراه کردن قانون میباشد، لذا دادگاه مورد اتهام را قتل عمد تشخیص میدهد. اما با توجه به جوانی و نادانی محکوم وی را از مجازات اعدام که در کیفرخواست دادستان منظور شده ما و به 15 سال حبس محکوم می نماید. آهای خدای من، شما آماده شدید؟ بله آقای دکتر. دخترتون شوکه شده، در وضع خطرناک است. باید مدتی در استراحت و سکوت مطلق باشم چون بعدا ممکنه عواقب وخیمی داشته باشه. در ضمن بهتون مژده بدم، شما به زودی مادر بزرگ میشید. دخترتون حامله است. چه رسوایی، چه ننگی. از قاتل پدرت حامله شدی؟ الهی روز خوش نبینی که هم باعث مرگ پدرت شدی و هم باعث سرشکستگی من.
الو زایشگاه خانم دکتر رو بدید. نه میخوای شکار کنی مادر؟ خوام بفرستمت بری مریض خونه کن باشه. مادر نه، انتظار داری بذارم اون تخم حروم رو نگه داری؟ مادر حلال یا حروم بچه منه. اون بچه قاتل پدرته. خودم این لکه ننگو از دامنت پاک. نه مادر نه. آخه این بچه که نه از جنایت پدرش خبر داره نه از رسوایی مادرش، این فرشته ها پاک و معصومه. آخه چرا مادر؟ چرا؟ 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 باید یه خاک دیگه به سر بریزید. باید یه کسی پیدا بشه که دست کم اسمشو رو بچت بسه. من فقط یک نفر رو میشناسم که حاضر این فداکاری رو بکنه. پرویز معاون پدرت. نه قایل میشدی و صبر میکردی، کارت به اینجا نمیکشید. ولی من که تو دادگاه گفتم. چی رو؟ یه زنی به اسم آزیتا اومد به من گفت که دوست توی، از من خواست که شبونه بیام خونه شما و با تو صحبت بکنم. میگفت که قرار پدرت فردا صبحش تو رو بفرسته اروپا. گفت که تو بهش گفتی هر طور شده بیام ببینمت. به من دروغ نگو. نه شیرین، به خدا راست میگم. من فقط گول خوردم، گول اون زن خوردم. به خدا راست میگم. اون زن، اون زن. پس اگه راست میگه کوش، کجاست؟ کاش میدونستم. من قربونی سادگی خودم شدم شیرین. برای من نقشه کشیده بودن. اگه تو واقعا منو دوست داشتی پدرم رو نمیکشتی. تو به جز پدرم داری مادرم هم دیگه مرگ میکنی. از وقتی که پدرم کشته شد با اون ناراحتی قلبی که داشت وضعش بدتر شد. به زور دوا و دکتر زنده است. من به شدت از تو متنفرم. متنفرم، متنفرم. تو این حد متنفری که نمیخوای منو ببینی؟ بله دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینمت. منم همینطور. پشیمونم که مدتی دیوونه وار عاشق تو شدم و برای به حرفای قشنگت خوردم. پشیمونم، پشیمونم، صد پشیمون ترم. علی، علی سال آزگار هر روز روزی چند دفعه ازت اجازه گرفتم تا کمر خم شدم، تحقیر شدم، از خودم بدم اومد، ولی باز ادامه دادم به امید اینکه به پولات برسم. ولی تو ناامیدم کردی. دلت میخواد جانشین پدرم بشی و مثل مار رو گنجه که پدرم دارم بذاری؟ اما چی؟ اسم تو؟ اسم من بچه ای که هنوز متولد نشده. از کیه؟ قاتل پدرم. دنبال مردی میگشتم که پستر و بی‌غیرت‌تر از خودش باشه. در ضمن منم به شدت ازش متنفر باشم. مادرم نشونی تو رو داد. از لطف شما مادرتون ممنونم. اگه بخوای با هم عروسی میکنیم. البته مصلحتی. حالا اگه حاضری خودتو برای عروسی آماده کن.
درم به تو آب انبار فرهاد کجایی؟ قرار شد جایی قایم بشی که من بتونم پیدات کنم. بیا بیرون پاسه میشمرم بیا بیرون وگرنه نمیتونم پیدات کنم. یک دو تو و سن و خود نه کجا قایم شدی؟ عجب زبلی این بچه. فرهاد چیه تو اینقدر
داد میزنی. آخه تو کجا بودی؟ خوب قایم شده بودم. قرار شد یه جایی قایم بشی که من بتونم پیدات بکنم. چیه؟ اگه پیدا میکرد که دیگه قایم موشک بازی نمیشد. اصلا قایم موشک بازی بی قایم موشک بازی. خیلی خوب، یه فوتبال بازی کن. نزدی بشه گله. نه نزدی، بذار من جا میگیرم. اگه ما نخواهیم فوتبال بازی کنیم باید کیا؟ جایی جون مامانت داره منو صدا میکنه، تو همینجا باید تو من برگرد. الان یه چیز بزنم بره تو آسمون پرسه شد یونمی. پسر جون کسی خونه نیست؟ من که هستم، چی کار داری؟ میخواستم شیرین خانمون ببینم. با مامانم چی کار داری؟ مامانه؟ مامانت کی عروسی کرده؟ پیش از تولد من عروسی کرده بود. نکنه مامانه تو اول تو رو زیده بعد عروسی کرده؟ ببینم بابات کیه؟ بابام دیگه، پرویز خون. الان مامانت خونه است؟ آره، الان میرم صداش میکنم. بگم کی اومده؟ بگو علی. علی مامان، مامان چی عزیزم؟ چی شده؟ چیه جونم؟ یه آقای اومده دمی در کارت داره. چی کار داره؟ نپرسیدم چی کار داره. اسمشو نگفت؟ اسمش علی. علی؟ کدوم علی؟ من. اما اگه بخوای میرم دنبال نخواهی سیا فدات بشم. چه عروسی کردی؟ آره، به کوری چشم تو به تمام آرزوام رسیدم. فقط این آرزو به دلم مونده که سر تو رو برای دار ببینم. تو تنها کسی نیستی که این آرزو به دلت مونده. قاتل بابات و اون زن مرموزم از خدا میخواستن که سرمو بالای دار ببینن. پدر من فقط یه قاتل داشت که نمیدونم با چه حقی از زندون فرار کرده. فرار نکردم، عفو بهم خورد، آزاد شدم. من میخوای پدرم رو کشتی، مادرم رو دغمغ کردی، دیگه چی میخوای؟ برو از زندگی بیرون. این کارو میکنم، اما نه الان. وقتی که اون زن رو پیدا کردم و بیگناهیم ثابت شد، وقتی که به خاطر ظلم و تهمت‌های ناروایی که به من زدی پشیمون شدی، وقتی رو پام افتادی و از معذرت خواستی، وقت به خودم لعنت میکنم که چرا عاشق تو شدم. بعد از زندگی میرم بیرون. مطمئن باش این کارو. جای بنده جنابالی رو جایی ندیدم. جای من علیم. کدوم علی؟ همون علی راننده سابق. عرض نکردم، علی نمک نشنا. نه دایی، من نمک نشناس نیستم. جون من راست میگی، حتی اگه میدونستم نمک نشناس نیستی میومدم زندون ملاقاتت. خب چطوری آزاد شدی؟ تو که قرار بود 15 سال حبسی بکشی که. عفو بهم کن. خب از شیرین واسم بگو. اینجا که نمیشه، باید یه جایی دنج واسم بگم. بفرماینم شوهر شیرین خواهد. به به، علی آقا که ما رفت شدیم؟ جایی بعدم میبینم ایت پریشون هم. هیچ وقت خیال نمیکردم یه پسر به خوبی تو مرتکب اون عمل بشه. خب یه وقت آدم از کوره در میره. شما که در این مدت بی نصیب نموندی، بالاخره خودتون رو چهار دست پا انداختین رو پولای اون بیچاره. برای با این همه میخوام من رفیق خودت ببینی. اگه کاری داشتی حتما بیا پیش من، میتونی رو من حساب کنی. خیلی ممنون، با اجازه. ما ممکنه امروز بریم ویلای شمشک. اگه تونستی فردا پس فردا یه سری به من بزن. دایی ماشین رو تمیز کن، میخوام برم بیرون. بابا بابا چی چه مای بخواید نباید دیگه مارو گم شو، حسنه ندارم. چه طرز رفتار با بچه است؟
من همینیم که هستم. چرا بابا جون، مگه من دوست نداری؟ به دل نگیرد بابا، خستم. بودو برو بازی کن. بودو جونم، بودو. باشه خوی باید هر کاری بکنی بازم دوست. بارو گم شو. دیگه رفتار تو با بچه خیلی قابل تحمل شده. بدتر از اینم میشه. راستشو بخوای اصلا چشم دیدنشم نزل نیست. از نگردم تو جوون پاک و با صفایی هستی. خب که میشه کرد؟ قسمت این بوده یه چند سال یه گوشهی بری و آبخونک بخوری. بخور. چه آبخونکی؟ خدا قسمت هیچ کس نه. راستی درس و تحصیل تو چیکار کردی؟ ای تو زندون برنامه های دانشکده رو میگرفتم و میخوندم. حالا باید ببینم چطوری میتونم امتحان بدم. خب به سلامتی. گوشه جون. یا به جا بذارم جا. آبه جای شنگری بزن بابا. علی میدونم که دوزش داری، اونم تو رو دوست داره، ولی خب این دردی که عشقش قاتل پدر باشه اون دختر بیچاره رو دیوونه کرده. تو نمیدونی چی کشیدی، پاک دیوانه شده بود به مرگ تو. تو این مدت همش پیشه این دکتر برو اون دکتر، خیلی هم بیچاره درد کشید، همش عصبانی بود. آخ دایی، اگه این زن رو پیدا کنم پنج ساله تمام تو زندون این عکس رو کشیدم. دیدم نه باری کردم از نگردم. عجب خوشتی دیدیم تا اونجایی که یادم قیافش این شکلی بود. بری جون سلام. به به پارسال دوست، امسال آشنا. بفرمایید. معذرت میخوام، این چند وقته گرفتار بودم، برای بچون خودت همش به فکر تو بودم عزیزم. اگه یه چیزی ازت بپرسم راستشو میگی؟ خب معلوم. زیپمو ببند. چطور شد که یه هفتیلت یاد هندوستون کرد؟ هیچی، باور کن هیچی. دیدم نمیتونم فراموشت کنم عزیزم. اینو شروع کردی که منو فراموش کنی؟ حالا که من اینجام عزیزم. راست نگفتی، واسه اینکه حرفت به دلم ننشست. خیلی خوب، علی از زندون آزاد شده. میدونی که کدوم علی رو میدونی؟ نگفتم یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست. اما نه ترس، من اگه قرار بود لوت بدم تو این چند ساله لوت میدادم. حالا هم اگه باز خاطر این اومدی برو بیرون، خاطر جمع باش. بزن به چاک. نه میدونستم، دلم گواهی میداد. قول بده که هیچ وقت سرکم نکنه. قول بده. قول میدم. سلامت. قربان تو. حالا تو خیال داری چی کار بکنی؟ نمیدونم، باید یه کاری دست و پا کنم. تو جایی رو سراغ نداری؟ تو که زندونی تو کشیدی، بیا تو کارخونه خودمون کار کن. اگه کلامون چه بیفته دیگه اون طرف ها پیدام نمیدونم. علی، پسر جون، بی خودی لجبازی نکن. من خیلی فکر کردم قاتل باید یکی از نزدیکای خود آقا باشه. اتفاقا حتما باید بیای تو کارخونه خودمون کار کنی. ولی من اول باید بیگناهیمو ثابت کنم. تازه چطوری برم پیش پرویز و بهش بگم کار میخوام؟ یه کاری نداره. ببین، تو امروز خیلی به پرویز بی‌اعتنا بودی، ولی وقتی رفتی پیشش و ازش کار خواستی حتما اگر روی لج شیرینم باشه بهت کار میده. حتی اگه کارم نباشه تو رو استخدام میکنه که اون دختره رو زج بده. برو برگردم نداره جون. تو بیچاره شیرین که با آتیش من سو. خوابه خوابه، گذشته رو فراموش کن. فعلا بهترین کار اینه که بری کارخونه و استخدام بشی. تو باید به همه مظلوم باشی، حتی به خود من که بهت میگن دایی. بله؟ بله باش. قربان، آقای به اسم علی اومدن با شما کار دارن. بفرستنش تو. سلام قربان. سلام علی جون، خوش اومدی. بیا بشین. خیلی ممنون. اگه یادتون باشه گفتین میتونم رو شما حساب کنم. من
من دنبال کار میگردم. خب چه جور کاری؟ فرقی نمیکنه. من دیگه هیچی نیستم، نه امیدی، نه آینده‌ای، هیچ. خب تو کارخونه که محل خالی نداریم. فقط چی؟ مگه اینکه برگردی سر کار سابقه؟ خب چی فکر میکنی؟ والا برای من فرقی نمیکنه، اما اگه خانم قبول کنه رازیش میکنم. اون با من. چهارشنبه جشن تولد فرهاده، حتما کارش زیاده، تو هم لازم داره. برو پایین، برو جانم سویچ اتومبیل رو بگیر. خیلی متشکرم. با اجازه شما. ممنونم. بگو احسان بیا پیش من. مامان جونم، همه یه بابا های دنیا بچه هاشونو دوست ندارن؟ نه پسرم. چرا؟ بچه بابا هیچ وقت من دوست نداره. چرا همش با من دعوا میکنی؟ مگه من کار بدی میکنم مامان؟ نه پسر جونم، میدونی بابات کارش زیاده، اینه که یه کمی حوصله نداره. نه مامان جون، بابا منو دوست نداره. بابا و یه رفیقام اینقدر بچه هاشونو دوست دارن، اینقدر براشون قصه میگن، اینقدر بهشون محبت میکنن. خب منم که بهت محبت میکنم عزیز دلم، پسر خوشگلم. ولی آخه تو مامانی، بابا یه چیز دیگه است. آخه هیچ که بابا نمیشه. منم دوست دارم بابام برام قصه های خوب بگی، منو ببری گردش، بستنی قصه برام بخری، با هم بازی کنیم، برام اسب و بازی بیاری، نه اینکه هر روز تو و منو دعوا کنی. نه عزیزم، نه خوشگلم، بابات با من دعوا نمی کنی، ما با هم صحبت می کنیم. اگه روز میگی شمشک زیبازی؟ آره، از خدا میخوام بابا جون.
تو اینجا باش تا من برم از این خونه به مامان تلفن بزنم و بعد باشه بابا جیم جایی نری آفیسر جون باشه خیلی خوب ولی زود بیا یا الان پری جون پرویز سلام چه خوشگل شدی مرسی عزیزم میخوام چند تا تلفن بزنم باشه اگه زحمتی نیست برام یه ریوان آب خیلی خوب الو حسام ببین خوب گوش کن نقشمون داره عملی میشه الان را میافتی میری شمشک قصه شیرین و نخورون دیوونه حالیش نیست الان فرهاد تو ماشین منه میخواد که ببرم شمشک به شیرین تلفن میزنم که با فرهاد میخوایم بریم گردش شیرین وقتی بفهمه فوراً با اون راننده احمق میان سراغ فرهاد اون موقع است که کلک هر ستاشونو میکنیم من و تو میمونیم که یه عمر لذت ببریم خلاصه میخوام ذات تو نشون بدی خداحافظ محبت باشیم بیا عزیزم مرسی پالتو پوشیدیم اگه میخوای بری بیرون من؟ میخوام برم سر بابات گرفتاری پیش اومده قرار شد من ببرم بگردونمت ولی من دلم میخواست با بابام برم گردش ولی با من بیشتر بهت خوش میگذره کوچولو ناراحت نباش الو توی پرویز بگو بچه رو کجا بردی دلش میخواد بره اسکی میخوام ببرم شمشک در ضمن خیال داریم شبم اونجا بمونیم اگه خیلی ناراحتی بگو راننده بیارته من با اون راننده هیچ جا نمیام زودتر بچه رو بردار بیار انگار نشنیدی چی میگم اجباری نداریم برنامه اونو به خاطر تو به هم بزنیم الو 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 جایی جایی بگو ماشین رو زودتر حاضر کنم بریم اگه دوست میگی چرا بچه خودتو نمیبری گردش منم یه پسر داشتم که اگه از دست باباش دقمرگ نشده بود حالا سن و سال تو رو داشت چطور شد که از دست باباش دقمرگ شد؟ داستانش مفصله یه زن زیر پای باباش نشست و وادارش کرد جا بودی؟ با کی بودی؟ با یه خانم مامان اجازه میدی برم گردش؟ نه عزیزی دلم فردا جشن تولده که باید باشی و به من کمک کنی خوش دلم ببری خونه بچه رو چیکار کردی؟ خودش خواست پیش مادرش باشه تو تمام نقشه های منو به هم زدی هرزه یک کسافت تمام هر کجا با حساب شنیدم بازم میخوای آدم بکشی؟ آخه چرا؟ مگه اون طفل معصوم چه گناهی کرده؟ هیچ کاری رو بی اجر نمیذارم به تو هم به موقعش خالی میکنم برو گمشه از خونه من بیرون پنج سال تموم من سادر اصیل خودت کردی پنج سال تموم منو با وعده های دروغت اخبار کردی که به پلیس راست دادم حالا بازم بخوای جنایت کنی و منو شریک جرم خودت بکنی قاتل آدم کش برو بیرون برو از خونه من بیرون دیگه نمیخوام ببینم Thank you.
چی شده فرها جون؟ دیدی مامان؟ دیدی آخرش بازم بابا نیومد؟ حتما کار داشته عزیزم. نه مامان جون، او حتما دوباره رفته پیش اون خانومه. اگه منو دوست داشت هر جایی بود میومد. این چه حرفیه خوشگلم، اصلا فکرشم نکن. خوب صده بود از هر چیزی بازش بیده طفل معصوم از زور تا حالا چشم برای بابا اومد. بابا جون کار داشت بابا، ولی این هدیه رو واسه خرید داد بسته بندشم کردم. به من گفت اینو بهت بدم و بگم تولدت مبارک بزن. بابا من این کار هیچ وقت نمی کرد. راست بگو اینو بابا بهت داد؟ آره پسرم، بابات خریده. دروغ میگم، خودش خریده اما دلش به حال فرهاد سو به اسم باباش داد که چش انتظار نباشه. امیدوارم که بپسندش. خدایا کمکم کنی زن پیدا کنم. خدایا کمکم کنی. میشه واسه دعا میکنم که هر چه زودتر این مار خوشخط و خالو گیر بیاری و خودتو راحت کن. به خداوند یه خدای گیرش بیارم، میدونم باش چی کار کنم. یالا علی زود ماشین رو حاضر کن، میخوام برم کافه شهلا. چی؟ کافه شهلا؟ با خودش کار داری یا با کافهش؟ میخوام برم سراغ همون خانومه که اونجا کار میکنه. کدوم خانومه؟ میشتسش بگو فرهاد جون. اون رفیق منی. بابا چشم روشن، تو رفیق شخصی هم داری؟ معلومه آقا جون، منو با اتوموبیلش میخواد ببره گردش. گفتم اونو کجا دیدی؟ من اونو ندیدم، اون منو دید. گفت اگه بخوام ببینمش برم کافه شهلا. زن خوشگلیه، بدکی نیست. اگه میخوای شما بیاید با هم بریم. حتما این عکس خودشه؟ آره. عرض نکردم. چرا مایه با خودش نبرد دایی؟ چه عرض کنم؟ برو بابا تو هم چه عرض کنم. خدایا این چه کاری بود کردم؟ باز این پسره یه بجز برای اون جوان بیگونا چه نقشه ای داره؟ من حقی ندارم که بزنم. خیلی خوب چوبه که از دهنش بیرون بکشم. وقتی پری شهادت اون وقتی اون شهادت داد. علی از کجا؟ با چه جرأتی؟ علی الان میاد که پری رو ببره شهادت بده. چشم خدمتش میرسم. ولی پری چی میگه؟ شب و روز چشم من تو چشم قاتل پدر بی... الان با وکیلم تماس میگیرم که از دادگاه تقاضای طلاق بکنی. اینو جدی نمیگی؟ چرا جدی میگم، خیلی هم جدی میگم. وقتی کار طلاق تموم بشه اون وقت مثل آشغال از خونه و زندگی میندازم بیرون. الو آقای وکیل تشریف دارن؟ لعنتی. آقای وکیل؟ خودشو لوس نکن. باش برنام علی برو سوار شو. دیگه بود بابا جین خدا نیست که بود بابای خودم نمیشه دیونم. سوار شو.
رفتی بازی؟ آره، از خدا میخوام بابا جون. باش تا من برم از این خونه به مامان تلفن بزنم و بعد باشه بابا جون. جایی نری آفیسر جون. باشه خیلی خوب، ولی زود بیا. یا الان پری جون. پرویز سلام. سلام. چه خوشگل شدی. مرسی عزیزم، میخوام چند تا تلفن بزنم. باشه، اگه زحمتی نیست برام یه ریوان آب. خیلی خوب. الو حسام، ببین خوب گوش کن، نقشمون داره عملی میشه. الان را میافتی میری شمشک. حسی شیرین و نخورون دیوونه حالیش نیست. الان فرهاد تو ماشین منه، میخواد که ببرمش شمشک. به شیرین تلفن میزنم که با فرهاد میخوام بریم گردش. شیرین وقتی بفهمه فورا با اون راننده احمق میان سراغ فرهاد. اون موقع است که کلکه هر ستاشونو میکنیم. من و تو میمونیم که یه عمر لذت ببریم. خلاصه میخوام ذاتت رو نشون بدی. بیا عزیزم. مرسی. پالتو پوشیدی؟ مگه میخوای بری بیرون؟ من؟ آره میخوام برم سر. واسه بابات گرفتاری پیش اومده، قرار شد من ببرم بگردونمت. ولی من دلم میخواست با بابام برم گردش. ولی با من بیشتر بهت خوش میگذره کوچولو. ناراحت نباش. الو توی پرویز؟ بگو بچه رو کجا بردی؟ دلش میخواد بره اسکی، میخوام ببرم شمشک. در ضمن خیال داریم شبم اونجا بمونیم. اگه خیلی ناراحتی بگو راننده بیارته. من با اون راننده هیچ جا نمیام. زودتر بچه رو بردار بیار. انگار نشنیدی چی میگم. اجباری نداریم برنامه اونو به خاطر تو به هم بزنیم. الو 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 جایی جایی بگو ماشین رو زودتر حاضر کنم بریم. اگه روشنگی چرا بچه خودتو نمیبری گردش؟ منم یه پسر داشتم باباش دقمرد نشده بود، حالا سن و سال تو رو داشت. چطور شد که از دست باباش دقمرد شد؟ داستانش مفصله. یه زن زیر پای باباش نشست و وادارش کرد که به من و بچه دیبا چی بودی؟ آیه خانم، همان اجازه میدی برم گردش؟ نه حسیس دلم، فردا جشن تولده که باید باشی و به من کمک کنی. خوش گلم. ببری خونه. بچه رو چیکار کردی؟ خودش خواست پیش مادرش باشه. تو تمام نقشه های منو به هم زدی. هرزه کسافت. تمام حرفو تو با حسام شنیدم. بازم میخوای آدم بکشی؟ آخه چرا؟ مگه اون طفل معصوم چه گناهی کرده؟ هیچ کاری رو بی اجر نمیذارم. به تو هم دماغش خالی میکنم. برو برو گمشه از خونه من بیرون. 5 سال تموم من تا در اصیل خودت کردی. 5 سال تموم منو با وعده های دروغت اخبار کردی که به پلیس لود ندم. حالا بازم بخوای جنایت کنی و منو شریک جرم خودت بکنی. قاتل، آدم کش، برو بیرون. برو از خونه من بیرون. دیگه نمیخوام ببینم. Thank you.
گذشته عزیزم. نه مامان جون، او حتما دوباره رفته پیش اون خانومه. اگه منو دوست داشت هر جوری بود میومد. این چه حرفی خوشگلم، اصلا فکرشم نکن. خوب شده بود از هر چیزی بازش بیده طفل معصوم از زور تا حالا چشمه رای بابا اومد. بابا جون جونم از بابا کش کار داشت بابا، ولی این هدیه رو واسه خرید داد بسته بندشم کردن. به من گفت اینو بهت بدم و بگم تولدت مبارک بزن. بابا من این کار هیچ وقت نمی کرد. راست بگو اینو بابا بهت داد؟ آره پسرم، بابات خریده. دروغ میگم، خودش خریده اما دلش به حال فرهاد سوخت. به اسم باباش داد که چش انتظار نباشه. امیدوارم که بپسندش. خدایا کمکم کن این زن پیدا کنم. خدایا کمکم کن. خدا همیشه واسه دعا میکنم که هر چه زودتر این مار خوشقط و خالو گیر بیاری و خودتو راحت کن. به خداوندی خدای گیرش بیارم، میدونم باهاش چی کار کنم. یلا علی زود ماشین رو حاضر کن، میخوام برم کافه شهلا. چی؟ کافه شهلا؟ با خودش کار داری یا با کافهش؟ میخوام برم سراغ همون خانومه که اونجا کار میکنه. کدوم خانومه؟ بگو فرهاد چون اون رفیق منی. به به چشم روشن، تو رفیق شخصی هم داری؟ معلومه آقا جون، منو با اتوموبیلش میخواد ببره گردش. گفتم اونو کجا دیدی؟ من اونو ندیدم، اون منو دید. گفت اگه بخوام ببینمش برم کافه شهلا. زن خوشگلیه، بدکی نیست. اگه میخوای شما بیاید با هم بری. حتما این عکس خودشه؟ آره. فرض نکردم. چرا مایی با خودش نبود جایی؟ چه عرض کنم؟ باره بابا تو هم چرس کنم چرس کنم. خدایا این چه کاری بود کردم؟ باز این پسر یه بچه برای اون جوان دیگونا چه نقشه ای داره؟ چطوری؟ هنوز اون زن رو پیدا نکردی؟ ایشالا پیداش میکنم. امیدوارم پیداش کنی. نه خیلی جا باز سر. کجا؟ ولی اینطور که پیداست خیلی بدشانسی نه؟ انگار همینطور رو بارم. کجاست منو؟ زرنگ ترست خواب که چی؟ الان پالیت میکنم پر اون ساته.
بیا بیرون چه بودی که دارای بیچاره رو کشت؟ اینم از اون ادعایی که نمیتونی ثابت کنی. ولی دیگه الان اون زن بیچاره هست که شهادت بده. فهمیدی؟ یالا هست بزن ناچس. باره خروس طلایی گفتین قاتل و مقتول هم هستن؟ بسیار خوب، به چیزی دست نزنین تا مامورین بیان. خبرش میخوای بدونی قاتل پدرت کیه؟ میخوای بدونی کی منو تو رو از هم جدا کرد؟ میخوای بدونی کی باعث شد 5 سالم بهترین سالهای زندگیمو تو زندون بگذرونم؟ شریک زندگیت، شوهرت، پدر بچهت. نه، این غیر ممکنه. غیر ممکنه؟ اون بود که پدرتو کشت، اون بود که مادرتو دغمغ کرد، اون بود که به قیمت نابودی من به تو و به پولات رسید. من فقط یه شاهد داشتم که اونم شوهر عزیزت کشتش. ولی من زندگیشو آتیش میزنم، بلایی سرش میارم که جیگرش بسوزه. علی صبر کن. چه دلت بخواد؟ بزن بریم. برو بریم. قاتل؟ بابای تو. بابای من؟ نه، تو دروغ میگی. نه پسر جون. نه به من دست نزن. تو من آوردی که اذیت کنی. نه جونم، بیا با هم دست بدیم. ما که با هم دوستیم. یالا دیگه. اما من اذیت نکنی. این چه حرفی زنی؟ بزن قدر. خوشت اومد؟ چه جور. خب حالا من چیکار کنم؟ من نمیتونم. اگه بگم ما با پیت بایی صحبت کنی خوبه؟ آره. اما چطوری؟ بریم باقی سمسکمون. من توی یه فیلم دیدم که بچه نقشه میکشید. خودش بسته بود به تنها. نه، اما کار خوبی نیست. تو ناراحت میشی. نه، من ناراحت نمیشم. من رو دایی زیاد از این نقشه ها کشیدی. من خیلی دوست دارم. تو کاریت نباشه. با من علی آقا. بریم بابام تلفن بزن. الو. دایی، منم علی، آقا خونه است؟ پسر جون، این چه کاری بود کردی؟ بچه رو چرا بردی؟ علی، تو رو به تمام مقدسات عالم قسم. اعتراف کنه. علی، آخه بچه رو که به جرم پدر آزار نمیدن، تو که نمیدونی فرهاد پسر... به دشمن خفه شو! روش کن، نمک به هروم.
من تو را از خاک بران کردم، حالا قدرتشو دارم پوزتو به خاک ببرم. نه پرویز نه. فقط تا امشب مهلت داری، فکراتو بکن. کجا؟ نترس علیو خو، من فرار نمی کنم. اولم اوله، خواستم برم تناب بیارم که دست بامو ببندی. این آتیشو تو روشن کردی، حالا خودت هم باید خاموشش کنی، فهمیدی؟ ماشالله. برو کارخونه یه ماشین بیار، ممکنه لازم بشه. برو. عرض نکردم. تو میخوای من تسلیم اون نمک بهرون بشم؟ اگه راست میگی پس چرا نمیذاری به پلیس تلفن بزنم؟ پلیس هیچ کمکی نمیتونه بکنه، به صلاح تو و فرهادم نیست. از کی تو حالا صلاح من و فرهاد برات مهم شده؟ نه جونم، تو میترسی پلیس که خالت کنه گیر بیفتی. اینطور که معلومه حرفای علی چندانم بی اساس نیست. خفه شو. نه جونم، بچه‌ام در خطره، هر کاری که بتونم میکنم. وایسا سر جا. برو کنار که فقط. جواب این گستاخی تو بعدن میدم. بیدم تو، بیدم تو سیامر، بیدم تو مرد کنی، بیدم تو آدم کن. اگه صدا در بیاد میکشم کمک کنی بچه هم سر کنی بیدم. الو بابا جون، بابا جون بیا منم نجات بده، خواهش میکنم، خواهش میکنم بابا جون بیا منم نجات بده. پسرت خیلی بیتابه میکنه، تصمیمتو گرفتی؟ تصمیم گرفتم، مگه به چنگم بیفتی تیکه پارت بکنم. مرد، من اگه بچه شیرین زبونی مثل بچه تو داشتم جونمو براش میدادم. غیر ممکنه یک کلمه حرف از دهن من بشنوی، هر غلطی میخوای بکن. چی شد؟ قبول نکرد؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ الو؟ اون همه بلاهایی که سرم آوردی، زندون رفتنا، در به دریا، هیچ کدوم نتونستن از من مثل تو پس فطرت یه قاتل بسازن. بچت صحیح و سالمه، بیا ببرش. الان کجاست؟ شمشک تو ویلای خود. پس تمام این مدت زیر گوش من بودی نامرد؟ من میرم چون دیگه کاری ندارم. نگفتم علی بیگناهه، همه شخصه تحویز بود. اون رفته باغ شمشک، علی تلفن زد. دایی بودو بریم کنیم تو خبر کنیم بودو. فرهان بابا جی، بابا جی. اون کجاست؟ علی؟ آره اون رفت. بیا بریم بودو، برو سوار شو. علی، 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 بابا
برو دنبالش که دیر نشده، برو جلوشو بگیر، نظر بچه‌مونو ببره. بچه‌مونو؟ آره بچه ما از تو میخوام. نه بذارم فرهاد، اگه به هیچ کس رحم نمی کنی اقلن به مادرت رحم کن. فرهاد این پدری پدر حقیقی تو علیه. به حرفاش گوش نکن پسرم. فرهاد گولشو نخور. فرهاد من پدرتم. دروغ میگه مادرت الان همه چی رو گفت. من دروغ نمیگم. فرهاد اونو مادرت دست به یکی کردن که منو تو رو از هم جدا کنن. نه فرهاد بس دیگه سرم رفت. فرهاد خدا فرهاد نه خواهش میکنم. فرهاد فرهاد نه نه حقم نرو. تو رو خدا از جا تکون نکن. ممکنه خدا این اکرده چیستی باشت سر جا. شما حقیقی رو بگیر هم تو هم هم تو اگه بابای من بودی توی این فیصله کجا بودی؟ از کجا بخوای بفهمی که من توی این فیصله چه قصه ای خوردم؟ چون اگه دوستتی بابای من بودی یه سر سوزن به من محبت میکردی. نه شما هیچ کدوم بابای من نیستی. بله خودم رو میکشم. این کار رو نکن. من میرم. من بر میگردم. تو برو پهلوی همون داغل اینطوری سالم میمونی. همین واسه من از همه چیز بود بکاره. بابا برو بابا نه آی نامرد. بابا جون حالا نمیگم که علی بابایی رو شکیه منه. تو نمیخواد از این بالا دروش خواهش میکنم این کارو نکن. علی من به رضای خدا به این رحم کن. نه منو ببخش. علی خواهش میکنم منو ببخش. علی منو ببخش. منو ببخش. علی این کارو نکن. اعتراف کن. خواهش میکنم این کارو نکن. خیلی خوب خیلی خوب همه چی رو میگم. من 1,300,000 تومان اختلاس کردم. آب دیگه پیرمرد فهمی میخواست زندونیم کنه. برای این بود که کشتمش و خونش رو انداختم گردن تو. بعدشم پری رو کشتم که نیاد شهادت بده. آره میدونم که پلیس دنبال منه. دیگه کاری ازم ساخته نیست. دیگه خورم به بنبست. اون پیرمرد همش پولش رو به رخم میکشید. اون همش تحقیرم میکرد. آره من این کارا رو کردم. من دارا رو کشتم. من پری رو کشتم. من مدت ها دنبال مدرکی بودیم تا دستگیرت کنیم. خوشبختانه خودت به جرم ها به اعتراف کردی. ببرینش. عرض نگردم. بیا بیا پسرم.